در سال 1346 به دنبال تغییر قانون اساسی مشروطه، مادر ولیعهد به عنوان نائب السلطنه تاجگذاری کرد. یکی از اتفاقات ناگوار دوران محمد رضا شاه 3 سال بعد روی داد، زمانی که جزیره ایرانی بحرین که استان 14 ایران محسوب می شد از ایران جدا شد. این تجزیه در مجلس ایران به تصویب رسید و در عوض جزایر سگانه ایرانی یعنی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا که همیشه متعلق به ایران بود به بهای جدایی بحرین با نوعی نمایش نظامی در حاکمیت ایران باقی ماند و افرادی که نسبت به این شناسایی اعتراض کرده بودند مورد تعقیب قرار گرفتند و به زندان افتادند. سالهای 1350 تا 1354 همزمان با دوره 23 مجلس شورای ملی فعالیت دادگاه‌های نظامی تشدید شد و مبارزات مسلحانه و شکل‌گیری گروه‌ها و برخورد و اعدام‌ها نیز افزایش یافت. ساواک سریعاً با کمک سازمان‌های جاسوسی CIA آمریکا و موساد اسرائیل تقویت و به انواع وسایل شکنجه و روش‌های جاسوسی و اطلاعاتی مجهز شد. سیاست‌های فرهنگی تازه‌ای که در تضاد با باورهای دینی مردم قرار داشتند در رأس برنامه‌ها قرار گرفتند. ایجاد مراکزی به نام کاخ جوانان در سراسر ایران، کاباره ها و باشگاه های تفریحی روز به روز حکومت محمد رضا را از بدنه مذهبی جامعه دورتر می کرد. در سال 1352 درآمد حاصل از فروش نفت افزایش یافت و اعلام شد که ایران حاکمیت بر نفت را به دست آورده است. کودتا و اعلام جمهوری در افغانستان هشداری دیگر برای شاه بود. به دنبال 4 جنگ عرب و اسرائیل و اعلام تحریم نفتی غرب از جانب عرب، قیمت هر بشکه نفت ایران 4 افزایش یافت و دریافت آن به چنان میزانی رسید که نظام شاه از هزینه آن عاجز ماند. شاه سخاوتمندانه به بسیاری از کشورها وام یا کمک بالعوض داد و به خرید انبوه تسلیحات مدرن پرداخت و ژاندارم منطقه شناخته شد. جنگ در ظفار علیه مخالفان سلطان عمان، تأسیس حزب واحد رستاخیز، تغییر مبدأ تاریخ از هجرت پیامبر صلی الله علیه به جلوس اولین شاه در ایران باستان، همه و همه تقابل مردم را با رژیم شاه به شرایطی آشتی ناپذیر رساند. پیروزی جیمی کارتر و تأکید وی بر مسئله رعایت حقوق بشر شاه را مجبور به اعلام فضای باز سیاسی کرد. سرعت تحولات از این زمان برای حکومت شاه بیش از پیش و ناگوار بود. استعفای هویدا، ناکامی دولت آموزگار، درگذشت مشکوک حاج سید مصطفی خمینی، فاجعه سینما رکس آبادان، آشتی ملی بی فرجام شریف امامی، شکست دولت نظامی ازهاری در کنار بیماری شاه، همه و همه حکومت وی را روز به روز تضعیف کرد. آنچنان که دی ماه 57 محمد رضا راهی جز خروج از ایران در برابر خود ندید. شاپور بختیار را که از چهره های جبهه ملی بود به نخست وزیری گمارد و خود راهی سفری بی بازگشت شد.
با مراجعت امام خمینی به ایران و وقوع انقلاب، محمد رضا شاه به همراه خانواده‌اش حکم مسافرانی بی مقصد یافتند. برخی کشورها که تا دیروز ادعای دوستی داشتند از پذیرفتن وی سرباز زدند. بیماری سرطان روز به روز شدت می گرفت و این برای شاهی که سالها در اوج قدرت سپری کرده بود به فاجعه می مانست. با شدت یافتن بیماری سرطان، محمد رضا پهلوی مجبور شد برخلاف تمایل دولت مردان آمریکا برای درمان پزشکی به مرکز سرطان مموریال اسلون کترینگ در ایالات متحده آمریکا برود. با بروز بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران، هیچ کشوری علاقه به پناه دادن به یک سلطان بی‌تاج و تخت نداشت. روزنامه نیویورک تایمز همان زمان او را به هلندی سرگردانی تشبیه کرد که به دنبال بندری برای پهلو گرفتن می‌گردد. محمد رضا پهلوی پس از خروج از بیمارستان ابتدا به مرکز پزشکی ویلفورد هال در پایگاه نیروی هوایی لاکلند در تگزاس و سپس به پاناما و مکزیک و بعد از آن به مصر رفت. تنها انور سادات بود که او را پذیرفت. مهمانی مصر اما چندان به طول نینجامید. آخرین شاه ایران در تاریخ 5 مرداد 1359 در سن 61 سالگی در مصر درگذشت. 2 روز بعد پیکر وی در مسجد رفاعی قاهره پس از تشییع و مراسم رسمی به خاک سپرده شد. محمد رضا پهلوی در وصیت‌نامه خود خواسته بود تا پیکرش در خاک ایران دفن شود، ایرانی که ساکنانش در پی انتشار خبر درگذشت آخرین شاه جشن و شادی برپا کرده بودند. محمد رضا پهلوی با اینکه با دخالت و نفوذ بیگانگان در امور داخلی کشور مواجه بود و به نوعی دست او را برای اداره امور مهم کشور بسته بودند، ولی باز هم نهایت تلاش خود را به کار بست تا در مسئولیتی که به او سپرده شده بود خیانت نکند. گرچه در مواردی موفق بود، اما در بسیاری از موارد ناموفق بود. شاه هر چه داشت رو کرد که بتواند سطح جامعه و مردم را از نظر فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ارتقا دهد و امکانات مفید و هوشمندی را برای مردم ایران زمین فراهم آورد تا مردم ایران از جوامع غربی عقب نمانند و ایران هم مانند کشورهای غربی روز به روز پیشرفت‌های روز افزونی را به خود ببیند و بتواند از نظر علمی، فرهنگی و آموزشی با کشورهای غربی رقابت کند و در برابر آنها حرفی برای گفتن داشته باشد و چه بسا از نظر پیشرفت از آنها جلو بیفتد. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. خوشحال میشیم نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم حمایت کنید.